داریوش ارجمندی با محمد رضا شارکونی از فرین سازمان. با بالا گرفتن بحث جایگاه رأی مردم در تعیین حکومت و ولایت در میون روحانیان شیعه، دو گرایش عمده رو این روزها شاهد بودیم در میون دولتمداران و حاکمان جمهوری اسلامی که یکیش از طرف حسن روحانی نماینده میشه و رأی مردم رو عامل مشروعیت نظام میدونه و گرایش دیگه‌ای که از سوی جنتی و مصباح یزدی و ولی فقیه نمایندگی میشه و برای رأی مردم اصولا ارزش قائل نیست. صحبت اینجاست که چه عواملی باعث شده که امروز شاهد این نزاع و درگیری میان دو جناح رژیم باشیم و به طور کلی اون شرایطی که باعث ایجاد این بحران در میان بین رهبران جمهوری اسلامی شده چیست؟ ببینید، مسئله ای که هستش اینه که علت این رویارویی ها چه هستش خیلی روشنه. در جریان انتخاباتی که اتفاق افتاد خیلی روشن بود که اینا تمام تلاششون رو کردن و رهبر نظام هم در واقع هر روز می اومد مداخله می کرد و تونستن حتی یک کاندیدای واحد رو علم بکنن که معلوم بود از اول که رئیسی رو میخوان دیگه بکنن، یعنی با اینکه سه تا گذاشته بودن ولی معلوم بود که رئیسی رو، در حال که در سال 92 نتونستن اولا یکی رو بکنن، یک به اصطلاح کاندیدای واحد بکنن. خود خامنه ای هم مجبور شده بود مدام بیاد و اینها، ولی علارغم اینها اینا شکست خوردن. و من میخوام بگم که درست به دلیل اینکه اینها مداخله های خیلی وسیعی کردن، یعنی خود خامنه ای اومد، همه تریبون های ولایی ها به کار افتاد، مردم برانگیخته شدن. البته خود مسئله رئیسی هم مسئله بود. واقعیت اینه که رئیسی علامت جبریه برای قتل عام عمومی که در سال 67 اتفاق افتاده، نه که اون کسی بوده باشه گویا دیگران نیستن، خود همه اینا در شریک بودن. از همه مهمتر خمینی که بنیانگذار جمهوری اسلامیه اصرار میکرد همین کار رو بکنید دیگه، اونا هم که نمیدونم ترور فلان بمان، خیلی از اصلا اونهایی که پشتن اصلا نبودن در جریان بسیار ترور اینها نبودن، مثلا مخصوصا چپا اصلا این دوی نبودن که بعد، یا مثلا مثلا توده ای ها که در سال 67 کشتن اکثریت ها رو، برای ما خیلی مهمه که از این مسئله دفاع کنیم، نه به دلیل که از توده ای ها نظراتشون دیم، از حقشون از دیم. اونا اصلا ما با جمهوری اسلامی هم راه میکرده، یعنی خیلی قتل عام خیلی عجیب و غریبی بود دیگه. این علامت جبری رئیسی برای اون ماجرا که مخصوصا بعد از ماجرای نوار آقای منتظری این قضیه جدی شد و اینا که هستش، این ماجرا مجموعه اینها که اومد مردم برانگیخته شدن و این برانگیختگی باعث شد که اولا روحانی به شدت اصلاح چیز بشه، دست بالا رو پیدا بکنه، دیدی که رأی‌هاش خیلی بالا اومد و حالا همه جا گفته میشه که احتمالاً رأی ها خیلی بیشتر از این بوده، رأی ها اینها حتی دستکاری شده، اون 15 میلیون نیست و اینها. خب طبیعیه که وقتی که خود رهبر یا تمام این ائمه جمعه نمیدونم ژنرال های ولایی و فلان یا میدان و سیلی میخورن از مردم، حیثیتی شده دیگه. مثلا علاوه بر همه اینها چند تا نکته هستش. یکی اینه که در این دوره حساسه، حالا نریم که مسئله خامنه آیا میمیره یا نمیمیره، اونم یه مسئله است، ما نمیدونیم، از پشت پرده خبر نداریم، ولی اگر اونم بمیره به هر حال رئیس جمهور مهمه دیگه در اون دوره انتقال و اینا. روحانی متوجه شد که اینا میخوان اینو کنار بزنند و اینها، در آخرا مخصوصا وایستاد و از رویارویی هم بستاد، چشید به رویارویی و کسی بود که در واقع این کار رو نمی کرد. حتی مثلا خیلی از اصلاح طلبای رو تایید نمی کنند، حتی مثلا نوشته حجاریان را خونده باشید مثلا معلومه که ناراحتن از این مسئله که اینطوری دیگه رویاروی اتفاق میفته، نه جرأتش رو دارن نه این داستانا. بعد بنابر اینه که یه وقتی که چنین چیزی شد، یه مسئله عبارت از اینه که دوره حساسیه. حالا مرگ خامنه ای رو هم بذاریم کنار، مسئله اینه که سال 88 نیست، دقت باید کرده، حالا ترامپی اومده، اوضاع خرابه، وضعیت چیزه، بعد از برجام اگه بخوام که به اصطلاح اقتصاد رو گشایشی به طرف به اصطلاح غرب لااقل اروپا به وجود بیارم باید یه تغییراتی بدم. اون طرحی که روحانی باید ازش دفاع بکنه در هر سناریویی که در نظر بگیریم
در واقع اون خط مدیریت جهادی، نمیدونم اقتصاد مقاومتی فلان زیر چیز خواهد رفت. حالا اگه خامنه ای هم به اصطلاح رفتنی باشه فلان، چه واویلاست هست. در چنین شرایطی اگر ندن هم واقعیت اینه که اگر ندن نمیتونن کنن، مسئله خیلی حاده. در چنین شرایطی روحانی هم البته میدونه که خیلی پرهزینه است براشون، یعنی کنار زدن. اینا هم هی صحبت میکنه که نمیدونم دوره بنی صدر فلان شده، اینا دوره بنی صدر با حالا خیلی فرق داره. بنابراین که من فکر میکنم که یک نوعی در واقع سیاست بر لبه پرتگاه که هر دو طرف میکشونن، به قول انگلیسی ها برینگمنشیپ، یا ماجرا اینه که چی اول عقب نشینی میکنه، چی وای میسته فلان. این دو طرف اینا میخوان هی چیزو بالا ببرن که روحانی رو به عقب نشینی وادارن. روحانی هم میدونه که اگر عقب نشینی بکنه مرده دیگه، در واقع لاشه اش خواهد. بنابراین وای میسته که کاری کنه. با این حسابم که هزینه، من فکر میکنم این بحث ها و مخصوصا چشیده شدن بحث به این ماجرا که مشروعیت نظام چه از جنس و اینها میخوام بگم که یعنی اصلا خودکشی، البته برای همین خود ولایت فقیه ها، دستگاه ولایت خودکشیه که شما به جا انتخابات اصلا مهم نیست. توجه داشته باشید که خامنه ای خودش بعد از انتخابات، خب اگه انتخابات نبود جمهوری اسلامی مدت ها پیش از بین رفته بود، ولی حالا به یه جایی رسیدن که برشکستگی محضه. در واقع میگن اگه پررویی نکنید، اگه لازم باشه سپاه و نمیدونم بسیج رو بیاییم میدان و اون چرا که میخواهیم پیش میبریم. یعنی این یه نوع چاه و چشیه. در واقع به نظر من بالا رفتن دعواها و فحش و فضیحت ها و تئوری های به اصطلاح مشروطه و مشروعه و فلان و اینها از اینجا ناشی میشه. علتش من فکر میکنم که حاد بودن اوضاع و احوال و این که دو طرف در وضعیتی هستن که نخواهد شده بکنم. اصل ماجرایی همزمان بیدونیم که در جریان انتخابات در این حال جناح ولایی شعارهای معیشتی رو مطرح کرد و امروز جنبش معیشتی مردم یکی از جنبش های خیلی فعال و همین مسئله مال باختگان رو اگر در نظر بگیرید یا اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها از طرف جنبش های کارگری و پرستاران رو به این دقیقت هزینه ایست که امروز رژیم جمهوری اسلامی باید بپردازه برای طرح این قضیه و این جنبش ها در صحنه وجود دارن و هر روز هم فعالتر خواهند بود. آیا میتونیم بگیم که در واقع به نوعی این دعوایی که آغاز شده میان رهبران جمهوری اسلامی و جناح‌های مختلفش، وحشت این جناح‌ها از آغاز و حقیقت این حرکتی است که در بطن جامعه در جریان هست و در این صورت آینده این جنبش چه خواهد بود و چطور باید به مقابله بپردازه با احتمالاً پیروزی این جناح بر اون جناح یا سازش اینها برای سرکوب جنبش توده‌ای؟ واقعیت این مسئله که یکی از اون کارهایی که گند کاریهایی که ولایی ها کردن انتخاب، چون میخواستن هر طور شده برنده بشن، این مسئله معیشت و فلان و اینها میدونی که در واقع اعلام برشکستگی عمومی جمهوری اسلامی لاقل در عرصه اقتصاد. خب این کاری رو که خالی باف گفت به نظر من از اون 96% بیشترن اونهایی که محرومن ها، ولی مسئله ای که مطرح کرد یعنی نظام رو برشکسته اعلام میکردن. خب حالا میخوان مردم از این فرصت، خب طبیعیه مردم بعضشون خرابه، واقعا بهبودی در اوضاع دیده نمیشه و بهبودم از طریق اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی نخواهد شد. اون اصلا منشأ بحران اونه. اصلا یکی از چیزهایی که باید بشه اینه که به اصطلاح اون دولت بی تفنگ رو از اقتصاد بیرون بندازن به قول روحانی. اگر اینم نمیشه، شدنی نیست که به این سادگی ها نیست. مسئله ای که هستش همین الان روحانی بخواد اندکی بهبود ایجاد بکنه، و معلومه که با یارانه نمیشه کرد کارانا یارانه و نمیدانه این چهار مگه میشه با تقسیم پول و فلان و بهمان از کجا بیارن؟ اصلا میدونیم که اصلا اینا الفبای اقتصادی، شدنی نیست اصلا. باید ناگزیر هستن که به اصلا یه سلسله در سیاست‌های خارجیشون، یه سلسله در
طرحهای اقتصادیشون ولایه عقب نشینی بکنن، دست روحانی رو باز بذارن. ولی از طرف دیگه هم روحانی در انتخابات برنده شده و هم در واقع احیای اقتصاد به دست اونها امکان پذیره. اینها طرحی ندارن. ماجرا طرحی که اینها در زمین اقتصاد داشتن در دوره احمدی نژاد همش رو رو کردن و ورشکسته شدن. در زمین سیاست بین المللی اقتصاد مقاومتی هم ورشکستگی خیلی روشنه. روحانی زمینه شرایط بین المللی داخلی در هم شکستگی اقتصاد به نفع روحانیه، نه که روحانی میتونه حل بکنه، از اون طریق میشه. بنابراین اونم میبینه که دستش بازتره و خیلی سرراستر روشنتر میخواد وایسته و در اونم در دوره حساسی که اصلا یه کمی به اصطلاح هارت و پوت بکنند و اینها، هزینه بسیار بسیار بالا بناشون. یعنی مثلا حالا برکنار کردن رئیس جمهور، نه اینکه به لحاظ تئوریک نمیتونن برکنار بکنن، به لحاظ عملی یک جراحه، یک مرد بیمار، یه زن بیماریه که در زیر عمل جراحی ممکنه به احتمال زیاد اصلا قلبش از حرکت باز بیسته. چنین چیزی رو هر دو طرف میدونن. بنابراین اینها هی بالا میبرن، همون که میگم در لبه پرتگاه گریبان همدیگر رو میگیرند و میخوان طرف رو بترسونن. متقابله دیگه ماجرا. به نظر من این کاره ای نیستم. بعد واقعیت اینه که موقعیت ولایت ضعیفه و ناچار روحانی دست پرتری رو پیدا کرده و زبان درازتری داره دیگه. من اینطوری فکر میکنم، نه که اون میتونه حل کنه قضیه رو. اینها خیلی ضعیفن، اینها خیلی ورشکستن، اوضاعشون خیلی خرابه. مسئله ای که من میگم اینطوری است. اون هم که مخصن حتی گفتن این که مشروعیت و من چیز از خدا و فلانه، اصلا هزیانگویی های مخصه که فرصتی آدم باشه میتونه مفصلتر صحبت بکنه. به نظرم یعنی میشه آدم که اصلا خودکشیه برای جمهوری اسلامی، یعنی اینکه اینا کلی تلاش کردن یه برگ انجیری برای ولایت مطلقه فقیه درست کردن، حالا خودشون دارن میشکنن. به قول اون داستان سعدی در بوستان که یکی بر سر شاخ و بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید که این مد بد میکند، نه بر من که بر نفس خود میکند. واقعیت نه که اصلا شما در سر شاه و نشسته ای رو با می برد. اصلا یعنی اعلام که مردم کاره نیستن. در قرن 21 در کامرون هم اگه بگید که مردم کاره نیستن، با از طرف اونم بگید یا یه نفر بیاد دیکتاتور ها من فعلا این کار رو می کنم، حالت فوق‌العاده، یکم نه که نه من اصلا طرف خدا هستم، هیچ کس نمیتونه دوام بیاره. بابا از این جنون محصه و ضمناً عمق درماندگی. اتفاقا سوال بعدیم به همین مربوط میشد، به ویژه به دلیل این که امروز تمام بازیکنان این بازی از ترامپ گرفته در آمریکا، نتانیاهو در اسرائیل، بن سلمان در عربستان و ولی فقیه در ایران، همگی به نوعی در وضعیت استیصال قرار دارن و همیشه در چنین شرایطی خطر این که یک جنگ خارجی، یک نزاع بیرونی بهانه‌ای بشه برای اینکه فضای کشور خودشون رو امنیتی بکنن و حاکمیت خودشون به این ترتیب تقویت بکنن وجود داره. در چنین شرایطی موقعیت جنبش توده‌ای چه خواهد بود و در حقیقت باید چه نگران باشن و چه راه‌حل‌ها و چه امکاناتی رو پیش رو دارن که در یک دام به این در چنین دامی به اصطلاح گرفتار نیان و از موازه خودشون دفاع بکنن؟ باید توجه داشته باشید که در چیزها همیشه این طوریه که جنگ ها، درگیری های بین کشورها، قدرت های مختلف میتونه به انقلابات منتهی بشه. مثلا خیلی از انقلابات بزرگ در طول جنگ ها به وجود اومدن، یا اینکه در نتیجه انقلاب جنگ های بزرگی به وجود اومدن، یعنی اینا خیلی به هم دیگه ارتباط دارن. ولی به این دلیل آدم فکر بکنه که فرصتی میشه برای جنبش توده ای و اینا خطرناکه. یعنی همیشه سیاست درست و مسئولانه و مخصوصا برای توده زحمتکش، برای کمونیستا، برای طرفداران سوسیالیسم، برای اونهایی که دلشون برای مردم میتپه، خیلی مهمه که ما با این نوع درگیری ها مخالفت کنیم.
اصلا وارد این دعواهایی که به اینا یه طرف گرفتن و فلان، یعنی به این امید که یه چیزی بیرون بیاد و اینا، به شدت خطرناکه. مسلمه که در این شرایط مخصوصا در منطقه خاورمیانه امکان این که این منتهی بشه به تباهی کشور و کشورهای منطقه، میبینید که در خاورمیانه ما حالا آتش سوزی های بسیار بزرگ و آدمخواری های بسیار توده‌ای داریم، شوخی نیست. اینکه ایران خوشبختانه تا به حال به اینجا چشیده نشده، میتونه چشیده بشه. حتی توجه داشته باشید کشوری مثل ترکیه حالا عملا با یه جنگ داخلی رو برو هستش. ممکنه آدم اینا کوچکش بکنند و فلان، ولی واقعیت نگه جنگ داخلی مهمی در بخشی از ترکیه خودش رو نشون میده دیگه. یا عربستان سعودی و فلان هم ممکنه دیگه. نگاه نگاه به پول و فلان و بامان، هر یک از اینها روی یه بشکه بارود نشستن. در کشور ما هم این تبعیضات وحشتناکی که وجود داره با توجه به قدرت‌های دیگری که اصلا به هیچ و پوچ می‌فروشن کشورها، همین کافیه که نگاه بکنید که ترامپ چطور برخورد کرد با درگیری سعودی‌ها با قطری‌ها. مثلا از اینا 110 میلیارد اسلحه فروخت، بهشون پول گرفت و اینها، اون شروع کرد که قطر مثلا تروریسم و فلان کمک می‌کنه. قطری ها 12 میلیارد دادن، اونا گفت که اینا هم بی خود مثل که افراط میکنند و فلان. چی زیر دو شخصه بیشتر پول بذاره اینطوری؟ وقتی که اینطوری با بیشرمی تمام، واقعا با دناعت محض دارن کشورها رو چی میکنن؟ وحشتناکه. فکر کنم بهش رو بکنه که همه این کشورهای متمدن همین الان هر خبری که اتفاق بیاده یه خبر کوچولو مثل بم میترکه در تمام دنیا. راجبه یمن چرا چیزی نمیگم؟ آخه این مسئله هست دیگه. یعنی ببینید چقدر سانسور میکنن، چقدر با بیوجدانی تمام. بنابراین انتظار نداشته باشید که اینا دلشون برای ما بسوزه. باید هوای خودمون رو داشته باشیم، ما وارد این چیزا نشیم. این سیاست شناخته شده سوسیالیستی، سیاست مردمی، عبارت از اینه که ما مخالف جنگیم، مخالفت درگیری بین کشورها هستیم، مخالف نمیدونم ماجراجویی های به اصطلاح میهن پرستانه هستیم و اینا را ول بکنیم. مواظبه مخصوصا در کشوری که در واقع متلاشی شدهش اقتصاد است و اینها اقتصادش متلاشی شده، باید قاش از این رو محکم بچسبیم که مردم یه کمی بتونن تکان بخورن، به نان شب نیاز دارن. یعنی درش تردید نیست که درسته که مثلا این اصولگرایان اعلام کردن که مثلا 96% مردم مثلا هیچی ندارن، 4%. من فکر کنم حتی رقم ممکن از این بیشتر باشه. واقعیت اینه که میزان کسانی که واقعا نمیتونن زندگیشون رو بچرخونن اکثریت بزرگ مردم ایران هستن. در چنین شرایطی ما بایستی متمرکز بشیم روی این مسائل، اینا نه این فحاشی های اینطوری نمیدونم موشک زدن، نمیدونم داعش رو زدن و اینها. اینها اصلا ماجراجویی داعش زدن چی هستش؟ حتی در داعش رو هم نباید اینطوری زد اصلا. یعنی که همین دیروز مسئله انفجار در عربستان رو هم بود شاهد بودیم که از طرف سعودی ها به ایران نسبت داده شد و گفتن که چند تا ایرانی رو گرفتن به عنوان مسئولین قضیه و ایران هم منکر شدیم. حتی در عربستان هم مثلا در سنی های وهابی هم بلان بشه، مثلا کشته بشن. آیا ما درست میدونیم؟ بابا زن و بچه و پیر و جوان و اینا انسان هستن، مگه میشه همین طوری که یا مثلا همین داعش رو در نظر بگیر، المیادین رو مثلا موشک زدیم فلان رو، بابا مردم رو داعش بیشرف گروگان گرفته، خونه هاشون رو دیدید دیگه در موسل و اینا صداشو در نمیان، در موسل کشتار عمومی هست. همین بمباران حتی آمریکایی هم که مانند واقعا لابود میکنن، غیر نظامی ها کشته میشن، بچه ها کشته میشن. شما شک میزنید که از داعش انتقام بگیرید، ما هم حل حل بهبه رو چهچه رو کنیم؟ چه چیزی هستم غیر انسانیه؟ مگه میشه که مثلا یه شهر کوچه که ما رو مثلا بزنن چقدر آدم کشته میشه؟ چرا باید اقصدر بزنیم؟ همین جنگ ایران را ما میشناسیم، اون موشک هایی که صدام میزد و فلان که خیلی هم عقب مانده بودن اون موقع فلان، حالا میدونیم چقدر لااقل اون وحشتی که در مردم به وجود می آورد و فلان، اینا را بایستی در نظر گرفت. کسی که دلش برای مردم میتپه
در عام واحد نمیتونه نمیدونم به فکر انتقام گرفتن و اینا باشه. به ویژه با توجه به این که این روزها تلاش زیادی میشه از طرف حاکمیت ایران که سپاه پاسداران رو که تا به امروز مظهر سرکوب و جنایت و دزدی و تمام غارت‌ها و غیر و ذلک بوده به نوعی مدافع مردم مطرح بکنند و حضورش رو توی خیابون‌ها و کوچه و بازار مثلا به عنوان نشانه امنیت و یک چیز مثبت مطرح بکنند. در همین رابطه سوال من اینه که بعد از انتخابات یا در جریان انتخابات دقیقاً شاهد اوجگیری دوباره جنبش توده‌ای بودیم، مردمی که بعد از سرکوب 88 چه بسا یه مقدار اعتماد به نفس خودشون از دست داده بودن دوباره با حضور میلیونی خودشون تو خیابون‌ها جشن‌هایی که داشتن و رأی دادنشون به اون شکل خاص اعتماد به نفس جدیدی پیدا کردن و خودشون رو به عنوان یک نیروی تعیین کننده وارد صحنه کردن. بلافاصله بعد از اون ما ماجرای واکنش ولایت فقیه رو شاهد بودیم، مسئله آتش به اختیار که البته از طرف بسیاری هشدار به روحانی تلقی شد، ولی این قضیه هم باید در نظر داشت که بخش عمده این هشدار در حقیقت به مردمی بود که به خودشون اجازه داده بودن که او نه بگه. این حضور امنیتی یا سپاه پاسداران و فضای امنیتی که بعد از این ماجرا درست کردن از یه موشکرانی و ترقی انداختن و به روزاری چه خطری رو برای جنبش توده‌ای که به شکل جنبش مالباختگان گرفته یا اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و به روزاری اینجا اونجا شاهدش هستیم، چه تهدیدی متوجه این جنبش میشه از طریق این امنیتی کردن جامعه؟ واقعیت ماجرا اینه که اولین مسئله تهدید بزرگی واقعیت اینه که همین آتش افروزی ها به جنگ منتهی بشه که واقعی هست. اگر حتی به جنگ هم منتهی بشه همین فضای امنیتی و مهمتر از اون حتی امنیتی مهمتر اینه که یک تحریک توده‌ای میتونه وجود بیاره برای دوره. مثلا داعش رو زدیم ما، مثلا حالا هر دو طرف میخوان که مدال باید به سینه من زده بشه. جنایت بابا بعدم باید معلوم بشه که اونجا رو که زدن از طریق اون بموشک زدن که نمیشه شما داعش رو چی بکنید. داعش برای اینکه جلوگیری بشه، ببینید از موشک های شما قوی تر فرانسوی ها و انگلیسی ها و آلمانی ها دارن، منتها میبینید که هر روز شهرهاشون رو انفجار و اینا اتفاق میفته دیگه. از یه تروریسم به اصطلاح اینطوری مخصوصا ایدئولوژیک به این سادگی ها نیست. مخصوصا توجه باید داشته باشیم که ما در جایی نشستیم که تبعیضات زیادی وجود داره. بخشی از جمعیت ما که در واقع بهشون ظلم میشه ممکنه در بینشون یه عده‌ای رو اخفال بکنن، همین به عنوان سنی به عنوان یه چیزهای دیگه، یا پول بدن بهشون به نحوی از انها بخرن و ماجراجویی ها ایجاد میشه. به این مهمه که چی بکنیم. از طریق بمب‌ها نمیشه به اصطلاح تروریسم رو گرفت. مثلا در اگه این طوری بود، ببینیم مادر بمب‌ها رو یکی رو در سوریه به کار بود آقای ترامپ احمد، یکی رو هم در ننگرهار به کار بود. آیا بدتر شد یا بهتر شد؟ بعد از اون هر در هر دوتا دیدیم دیگه وضعیت چطور شد. اصلا معلومه که از اون با اون چیزا نمیشه. با بمب اونها با بمب سپاه قابل مقایسه نست اصلا نیست. توجه داشت با اون چیزا نمیشه کار کرد. اولین مسئله اینه که دوچار خریت نباید شد. دوچار من عذر میخوام که اینطوری میگم به اصطلاح تحریک توده‌ای رو جواز دادن اصلا چیز وحشتناکه که آدم همصدا بشه باشون و اینا. این وحشتناکه. ما بایستی با هر نوع جنگ، هر نوع دامن زدن به این چیزها، نمیدونم عمق استراتژی که ایران در سوریه است، در صحرای شرق سوریه رو بچم، راه به اصطلاح تهران و به بغداد و دمشق و بیروت و فلان وصل میکنیم، بابا این چیزها نیست اصلا، اینا خواب و خیال هستن. علاوه این دردسرهای بزرگی خواهد داشت. اصلا برای مردم ایران هیچ صرف نداره این چیزها. ما بایستی قبل از هر چیز مواظب وضعیت خودمون، مخصوصا در وهله اول اقتصاد و آزادی ها و فلانی که میتونیم به دست بیاریم که نمیتونیم متاسفانه، حالا مواظب اونها باشیم، بر اونها فکر کنیم.
مسئله دومی که وجود داره باید اینه که همین الان در نتیجه همین انتخابات، در نتیجه همین شعارهای ناشی از استیصالی که ولایت‌ها دارن، زمینه مساعدی به وجود اومده که دوباره که داستان انتخابات هم تمام شده، اون حرکت‌هایی که قبل از انتخابات در حرکت‌های توده‌ای که شروع شده بود، حرکت معلم‌ها، بازنشستگان، نمیدونم مال باختگان، اینا سراسری می‌شد، اینها رو باعث شروع کرد. و مخصوصا مسئله تامین اجتماعی اینجا میگفتن ها مردم هیچی ندارد، به جای صدقه دادن بهبود شرایط مردم که ما صدقه نمیشه. خیلی روشن همه این چیزها رو در وهله اول در ایران به طور مشخص در شرایط ایران امروز با به اصطلاح قبضه دارایی های این جهاد و سپاه و نهاد میشه خیلی از کمک چیزها رو عوض کرد. یعنی چه؟ بحث بر سر این نیست که آیا مثلا آستان قدس رضوی یا مثلا سازمان به اصطلاح چیز مستضعفین و فلان و بهمان به اصطلاح بایستی مالیات بدن یا نه؟ مالیات نه، اصلا تمام دارایی های اینها مگه قراره که امام رضا اون چیزی که در باره اینها اصلا که چیزهای روشن وجود داره، مجال باشه آدم میتونه دقیق‌تر بپردازه که تمام اینها باید موارد مصرفشون، حتی در قرآن هم هستش، اگه با زبان خود اینها صحبت بکنید در خود قرآن هم موارد اصلا استفاده از این اموال روشنه. یعنی بایستی همهشون حتی اگه مال امام رضاست و باشه باید نه مالیات بگیرن، نه مالیات که اصلا درش حرفی نیست که باید بگیرن، نه از موقوفات، نه اینکه مالیات، موقوفات اصلا برای اینکه بعد در خدمت مستضعفان، در تهیدستان، مثلا یتیمان، نمیدونم فلان و بهمان چی بشه دیگه، آن خرج بشه. بایستی سیستم، نه صدقه بدید، باید سیستم تامین اجتماعی بیاد. خود جمهوری اسلامی اومده زورگویی های بی نهایت زیادی کرده، تمام موجودیتش اصلا بر روی بیحقی مردمه. منطقه همون قانون اساسی که وعده داده بوده مثلا موادی داره که تامین اجتماعی رو مطرح کرده و ازش دفاع کرده دیگه، قانون اساس. خب همین تامین اجتماعی نه صدقه ها، دقت کنید آیا شدنی یا نه؟ یه عقل سلیم اقتصادی به اصطلاح وجود داره که حالا یعنی در واقع نئولیبرال ها، لیبرال ها فلان هم ایران شرایطش طوری نیست که تامین اجتماعی عمومی ایجاد بشه. تصادفا ایران موقعیتش حالا طوریه که این کار رو میشه کرد. کافیه که مثلا بنیاد مستضعفین، آستان قدس رضوی، نمیدونم خاتم الانبیا فلان، نه دارایی هاش رو به اصطلاح چی بکنن، درآمدهایی که همه جا دارن اینها روشن بشه، به سیستم تامین اجتماعی، به آموزش، بهداشت و مسکن عمومی و فلان و اینها سرمایه گذاری بشه. البته نخواهد شد، من میخوام بگم که چطور امکان پذیره. اون عقل سلیم اقتصادی عقل شیطانیه. مردم هم حتی این رژیم هم اگر راست بگه، این در داخل این رژیم هم بایست این کار رو بکنن، که البته نخواهند کرد کار رو، ولی ما باید بخوایم. یعنی اینها رو، اینها دستگیری‌هایی هستن که مردم میتونن با چسبیدن به اینها و خواست این مسائل در واقع جنبش های سراسری علنی به وجود بیارن و از خود اینها در خیابان ها پاسخ بخوان. چرا مثلا آستان قدس رضوی بایستی مثلا برد در تاجیکستان، کمیته امداد دیدید دیگه، در تاجیکستان رفته بود به مردم کمک کنه، دولت به اصطلاح تاجیکستان گفت ها اجازه ندارید و فلان و تقسیم پول بدید اینجا، چون میدید که اینجا یارگیری میکردن. کمیته امداد امام مگه نمیگید برای فقرا و نمیدونم تهیدستان فلان؟ شما چرا رفتید به کشورهای دیگه؟ همین در ایران چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است، اصلا خودتون در چیزهای سیستم تامین اجتماعی ما رو چی بکنید؟ چرا خصوصی میکنید؟ چرا همه چیز رو نابود میکنید؟ نه که صدقه بدید نبات، به قول روحانی گفت نبات و نمیدونم علفیات و فلان و برام برام مردم کادو بفرستی و فلان، نه صدقه، نه یارانه، نه یارانه، حتی اشکال نداره قیمت انرژی رو بالا ببرید، ولی برای کسانی که ندارن، نه به حرم ایران، برای کسانی که ندارن، مسکن ندارن، مسکن بدید. اونهایی که چی هستش؟ بهداشت عمومی باشه، بعد آموزش باید اون بچه های مردم بایستی مجانی درس بخونن، این چیز جزء قانون اساسی هستش. همین، من نمیگم چون قانون اساسی جمهوری اسلامی رو گفته باید کرد، نه، میگم خودتونم گفتید، این حق ماست و شدنیه. دو تا چیز رو باید راه بده، اولا خود اینها
وعده دادم به مردم و دروغ گفتم باعث یلهشون رو گرفت. دوم اینکه عقل سلیم نئولیبرالی رو باید به چالش کشید. در ایران امروز چنین چیزی شدنیه. این جنبش های توده‌ای سراسری زحمتکشان به سرعت رشد خواهند کرد. به نظر من حالا دوره‌ایه که ما باید این کار رو بکنیم. اگر قالیباف نامردی میاد میگه که 96% 4%، باید زبانش رو چسبید که خوب بسیار خوب. اون 96% رو چیکار میخواهید بکنید شما؟ چطوری میخواهید بهبود بدید؟ مثلا صدقه میخواهید بدید؟ صدقه که نمیشه حلش. حقشون رو میخواهید. مردم من اینا. صاحبان این کشورم. ما میخواهیم این آخوند نمیدونم چی بکنه. حالا مثلا این عید فطر دیگه. حالا مثلا فطریه بنام. بیاید صندوق فطریه بنام. فطریه بطریه چه هستش؟ همه اینها بایستی به سیستم تامین اجتماعی ما سرازیر بشه و شدنی هستش. تمام موقوفات و اینها رو در یعنی در واقع علاوه بر بودجه دولت یک تا چیزه به اصطلاح یک منبع به اصطلاح تامین پشتیبانی از سیستم تامین اجتماعی موقوفات و آستانه ها و نمیدونم چیزهایی که تماما هم در دست سپاه و جهاد و نهاد و رهبر با بصیرت است. اینها باعثی در خدمت مردم قرار بگیره. مردم باید اینا رو بخوان. مثلا اینه که ما یک دیسکور، یک گفتمان علنی و عمومی و توده‌ای به وجود بیاریم. مردم در کوچه و خیابان اینا رو بخوان. همونطور که در سال 88 مردم میگفتن که رأی من کو، بریزن میلیونی بگن آه من میخوام ببینم بهداشت من که در قانون اساسی تم گفته کجا هستش. اینها رو میتونیم به وجود بیاریم. بازنشسته های کشور گدایی میخوام بکنن. نه، بازنشسته حق داره. بعدم مال چیز پرداخته، مالیات پرداخته، اصلا چطوری حقشو میخورید؟ سازمان تامین اجتماعی رو میخواید همینطوری بخواید به اصطلاح برای کادو بفرستی سعید مرتضوی فلان آدمی مثلا بیاد برای چیزا؟ نه، اینها همهشو باعثی در خدمت مردم باشه. دقت میکنید؟ منظورم اینه که گفتمان عمومی توده‌ای در خیابان‌ها باید به وجود آورد و این میتونه جنبش رو که واقعا هم داره شکل گیری میشه و زمینه ارتباط گیری هم امکانش به وجود اومده، میشه به وجود آورد. حالا شرایط مساعد، نباید در بساط رژیم بازی کنیم، بایستی از پایین شروع کنیم. از وضعیت البته باید استفاده کنیم. سپاسگزارم نوید محمدرضا شالگونی. امیدوارم که در فرصت‌های آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم و به بررسی و تحلیل مسائل ایران و جهان بپردازیم. زنده باشید. خدا حافظید. بلم از شما رفیق عزیزم و بینندگان عزیز تلویزیون ایران. زنده باشید.